در 13 و آخرین برنامه از کالسکه بهار که در نوروز امسال همراه ما بود با حسین بهاربین، خواننده و مدرس آواز در هامبورگ آلمان دیدار میکنیم. آقای بهاربین که در ایران با نوازندگان و گروه های مطرح موسیقی همکاری داشته، در سالهای مهاجرتش به آلمان ضمن ادامه فعالیت هنریش در این حوزه کوشیده تا آواز سنتی ایرانی را به افرادی که با زبان فارسی آشنایی ندارند نیز معرفی کند. همکارم حجت توکلی در این برنامه نگاهی کرده به فعالیت و زندگی این هنرمند ساکن آلمان. کالسکه بهار، دید و بازدید نوروزی تلویزیون صدای آمریکا با اونا که همه سال گذشته سخت کار کردند، اونا که در سال کرونا شعر خوندند، خندیدن، رقصیدند، اونا که شیرینی های عید نوروز پختند، اونا که از بهار و امید گفتند. سلام، حسین بهاربین هستم، کارشناس موسیقی، خواننده و مدرس آواز از شهر زیبای هامبورگ. فرارسیدن نوروز و فصل زیبای بهار رو خدمت تمام هموطنان عزیزم تبریک عرض می‌کنم. سال 2010 به کشور آلمان مهاجرت کردم. در ایران لیسانس موسیقی گرفتم و از محضر اساتید بسیار خوبی همچون استاد شاپور رحیمی، کریم صالح عظیمی، جناب آقای حمیدرضا نوربخش و حسین علیزاده کسب فیض کردم و در خدمتشون بودم. در ایران مشغول به کار، خوانندگی در صدا و سیما، اجرای کنسرت و پرورش شاگرد بودم و پس از مهاجرت هم به فعالیتام ادامه دادم که حاصل فعالیتام در خارج از کشور کنسرت‌های بسیاری بود در فستیوال‌های مختلف در کشورهای مختلف و در آلمان و مشغول پرورش شاگرد هستم. به صبح راستین به پنهان آفتاب مهربار پاک بین ساید که آرش جان خود در تیر خواهد کرد، که آرش جان خود در تیر خواهد کرد، پسانگه درنگی خواهد در شفکه. از فعالیت های در ایران هم میتونم اشاره بکنم تا اونجا که یادم هست به کنسرت هایی که با گروه های مختلف اجرا کردیم، با گروه موسیقی مرکز حفظ و اشای موسیقی ایران، گروه موسیقی دانشگاه آزاد، گروه موسیقی دانشگاه سوره، ارکستر جوانان تالار رودکی و کنسرت با گروه هم‌آوایان به سرپرستی و آهنگسازی استاد حسین علیزاده و خواندن دو تیتراژ موسیقی فیلم 40 سالگی و سریال زیر تیغ به آهنگسازی استاد عزیزم جناب علیزاده. Hey, you're
سالیان سال که من تحقیق کردم، یه خورده شاگردی اساتید زیادی کردم، آشنا شدم با استاد خارجی که از ایران که بودم و یاد میگرفتم که یک کارایی میکنن، اولش خیلی خیلی خنده دارم میشد برای من، چرا داره این کار اصلا میکنه، چه ربطی داره. بعد که خودم اون تمرین رو میکردم میدم واو این چقدر اثرگذاره، چقدر خوبه، که آروم آروم اونا رو آوردم و کردم متد تدریس برای خودم. شانس اینو داشتم که وقتی در برلین زندگی میکردم با یکی از سولیستای باریتون گوره کور ارکستر فیلارمونی برلین یه چند مدتی افتخار شاگردیشون رو داشتم و یه مقدار جامع‌تر این دوره پرورش صدا یا صداسازی رو یاد گرفتم، که نتیجه شد اون ویدئویی که ما با خانم پترا ناخمانوا انجام دادیم که ایشون اصلا فارسی هم بلد نیستن صحبت کنن، ولی من طوری باهاشون کار کردم که هم لحاظ لحجه هم لحاظ اون مزه اون عطری که داره یک خواننده ایرانی به اون نزدیکتر باشه، و دیدم که نه جواب میده و خوشبختانه کار خوبی شد. امسالی که گذشت سال کرونا بود و از بدیهاشو خب همه میدونن، همه بدی دیدن، انگار که تو یک محیط ایزوله بیرنگ کدر آدم داره زندگی میکنه، همه ماسک دارن. بارها شده من میرم بیرون یکی سلام علیک میکنم یا اون سلام علیک میکنه، ماسک داریم نمیشناسیم اولش هم دیگه رو. ولی من همیشه خودم عادت دادم به مسائل پیرامونم همیشه فکر میکنم که باید به اون نکته مثبتش نگاه کرد، حتی اتفاق بعد نگاه میکنیم اون چه چیزیه که حالا چه بسامدها و چه پیامدهای مثبتی توش وجود داره. به نظر من کرونا به من یاد داد که کسی که بخواد کار بکنه، کسی که بخواد یک فعالیتی بکنه، کرونا هم باشه میتونه بکنه. مثلا من الان شاگردام اکثرا الان شدن آنلاین، درسته من شاگردای توی هامبورگ هم از دست دادم، ولی یه عالم شاگرد از جاهای کشور دیگه، مثلا چونم 8 صبح بلند شم یکی از استرالیاس عصرش من باید به اون درس بدم، یا مثلا تا 11 شب باید بیدار بمونم، یک خانومی مثلا یه جای دیگه است باید بمون. خیلی جالبه، خیلی یه بازی زندگی دیگه، زندگی یک جعبه که همه چی توش هست، سختی و شکست و یه بازیه، من یه گیم میبینمش. و یکی کاری هم که کردیم، ما برای شب یلدا در یک دانشگاه در نیویورک بود، یه برنامه هم مخواسته بود، من اینجا بودم، دوستان روم بودن، کار اونجا ضبط شد، من اینجا خوندم، اصلا ندیدیم هم دیگر، ولی کار مت شد و خیلی هم عالی شد، پخش هم شد و خیلی هم خوب بود. و میگم هیچ بهانه‌ای نباید داشته باشیم که کار نکنیم، و این کرونا به من اینا رو یاد داد. چیزای دیگر حالا حضور ندارم، ولی این بزرگترین چیز بود که انسان برای پیشرفت هر صدی و جلوش میتونه برداره و به سمت جلو حرکت بکنه.
چه یلداها در این غربت سهر شد، چه یلداها در این غربت سهر شد، کنار جام می مستان سهر شد، کنار جام می مستان سهر شد. در این فصل زیبای بهار منتظریم که درخت ها دوباره سبز بشن، شکوفه ها در بیان، رنگ های زیبا رو ببینیم و یاد بگیریم که همیشه زندگی در جریانه و این امیده که باعث میشه انسان رو به جلو هل بده و به سمت موفقیت. میتونیم اینجا یه ذره ویبراسیون بیشتر بکنیم اگر ممکنه، خواننده بیشتر بکنه. دقیقا توی این قسمت انتهای میتونیم هفت چیزی که من همیشه فکر میکنم اگه داشته باشم باعث خوشبختی و باعث حس خوبم میشه، اولش آزادیه، دومیش امنیته، سومیش رفاهه، چهارمیش عشقه، پنجمیش وطنه، ششمی و هفتمیش فرهنگ و هنره. به نظر من اگر یک جامعه این هفت تا چیز داشته باشه در کنار هم، مصائب و گرفتاریاش به حد اقل خواهد رسید. آرزوی قلبیم برای وطنم اینه که، برای ملتم اینه که یک روزی برسه که این همه درد نکشن، این همه سختی نکشن، این همه اتفاقای بدی که میفته رو دیگه نبینن، در امنیت و رفاه و آزادی و عشق و در نهایت سربلندی و سرافرازی زندگی بکنن. آرزوی قلبیم اینه و امیدوارم که این اتفاق بیفته و مطمئنم که این اتفاق حجت توکلی، تلویزیون صدای آمریکا.